سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من حسام هستم و امروز قراره که در مورد گوشی پوکو X5 پرو با هم صحبت بکنیم. گوشی که نزدیک به 5 ماه پیش معرفی شده، خیلی تجربه موفقی نبود از نظر من گوشی پوکو X4 پرو، چون ما گوشی پوکو X3 پرو دیده بودیم، اینکه شیائومی یه چیپست بسیار قدرتمند رو توی این گوشی قرار داده بود و چقدر فروش خوبی رو تونست تجربه بکنه، ولی روندش رو توی گوشی پوکو X4 پرو تغییر داد و الان دوباره انگار که برگشته به همون DNA سابق خودش. گوشی پوکو X5 پرو رو داریم که چیپست بسیار خوبی توی اون استفاده شده، در ادامه بهش بیشتر میپردازم. قیمتش نزدیک 13,200,000 تومان در زمانی که من دارم ویدیو رکورد میکنم و خب توی این بازه قیمتی گزینه های دیگه مثل گوشی گلکسی A54 هم وجود داره که میتونید یه نگاهی بهش بندازید. اما اگر طرفدار برند شیائومی هستید، گوشی پوکو X5 پرو میتونه انتخاب خوبی براتون باشه. از طراحی اون شروع میکنم که به نظرم طراحی معمولی داره، به همراه بدنه ای که از جنس پلاستیک، خیلی کیفیت ساخت بالایی رو نداره. این گوشی 3 رنگ داره: مشکی، آبی و این رنگ زردی که امروز اینجا توی استودیو دارم بررسیش میکنم. توی پنل پشتی موجود دوربین قرار گرفته، 3 دوربین داره که در ادامه بیشتر بهش میپردازم، به همراه لوگو پوکو که اینجا قرار گرفته. سمت راست پاور باتن رو داریم به همراه دکمه برای کم و زیاد کردن صدا و خب نکتهش اینجاست که رنگ پاور باتن با بدنه گوشی هماهنگ شده. سرعت واقعا قابل قبولی رو هم میتونه بهتون ارائه بده و میتونید خیلی سریع گوشیتون رو آنلاک بکنید. بالای گوشی جک 3.5 میلیمتری رو داریم که برای گوشی میان رده امروز یه مقدار عجیب به نظر میرسه. آیر بلاستر رو داریم که وسیلمون میتونید دیوایس های مختلف رو کنترل بکنید. سمت چپ چیزی وجود نداره و خب پایین گوشی یه درگاه داریم که میتونید 2 سیم کارت رو اونجا ازش استفاده بکنید، بدون درگاهی که بخواید مموری میکرو اس‌دی رو اونجا در واقع قرار بدید از استفاده بکنید و باید موقع خریدن این گوشی خیلی دقت بکنید که چه فضای ذخیره سازی رو انتخاب میکنید. پورت USB Type-C رو داریم و اسپیکر استریویی که پوکو برای این گوشی در نظر گرفته، به نظر من کیفیت صدای خوبی رو میتونه در اختیارتون قرار بده. وزن گوشی پوکو X5 پرو 181 گرمه و از یه باتری 5000 میلی‌آمپر ساعتی توی اون استفاده شده که تا پایان روز میتونه خیالتون رو از بابت شارژدهی راحت بکنه. اگر بخواید باهاش بازی بکنید که خب قطعاً زودتر دشارژ میشه، اما اصلاً جای نگرانی نیست. توی جعبه شارژر 67 واتی وجود داره که در عرض 45 دقیقه میتونید دوباره گوشی رو فول شارژ داشته باشید و ازش استفاده بکنید. درباره عملکردش باید بهتون بگم که پوکو از چیپست اسنپ دراگون 778G معروف و محبوب توی اون استفاده کرده، چیپستی که توی خیلی از گوشی اون رو دیدیم، مثلا گوشی شیائومی 12 لایت، شیائومی 11 لایت 5G NE، گوشی گلکسی A73، A52S یا حتی M52، گوشی ریلمی جی تی مستر، همه اینایی که بهش اشاره کردم از همین چیپست استفاده کردن که عملکردش رو قبلا دیدیم. واقعا عملکرد بی‌نقصی داره برای گوشی میان رده، واقعا انتخاب خوبیه. حتی میتونید گیمینگ رو هم در حد نرمال باهاش پیش ببرید، بازیایی مثل کال آف دیوتی یا PUBG رو باهاش بازی بکنید و مطمئن باشید که ناامیدتون نمیکنه. کنترل دما هم توش به خوبی اتفاق میفته و موقع بازی کردن دمای گوشی اصلا اذیتتون نمیکنه. عملکرد واقعا قابل قبولی داره، با 6 یا 8 گیگابایت رم هم میتونید اون رو انتخاب بکنید که پیشنهاد من انتخاب ورژن با رم بالاتره. پوکو X5 پرو با اندروید 12 عرضه میشه و رابط کاربری MIUI 14 روی اون وجود داره که تا 2 آپدیت اصلی اندروید رو هم قول دادن که براش عرضه بکنن، بنابراین تا اندروید 14 میتونید روی این گوشی حساب باز بکنید.
میپردازم به صفحه نمایش گوشی پوکو ایکس 5 پرو که اندازه اون 6.67 اینچی یه پنل امولد داره که واقعا رنگ‌های خیلی خوبی رو در اختیارتون قرار میده، رزولوشن فول اچ دی پلاس و تراکم پیکسلی 395 پی پی آی، بنابراین محتوایی که توی این صفحه نمایش میبینید به اندازه کافی شارپ هستش. نکته ای که در موردش وجود داره اینه که هم از دالبی ویژن پشتیبانی میکنه و هم از HDR10+، بنابراین محتوای با داینامیک رنج گسترده رو هم میتونید توی این گوشی داشته باشید. رفرش ریتش 120 هرتزیه، برای گیمینگ یا چرخیدن توی منوها کمک میکنه که خیلی تجربه روونی رو باهاش داشته باشید. تا 900 نیت روشنایی اون افزایش پیدا میکنه توی محیط داخلی که کاملا اوکیه، جایی هم که نور زیاده میتونه خیالتون کاملا از بابت دیدن محتوایی که توی این پنل وجود داره راحت باشه. با گوریلا گلاس 5 محافظت میشه و در کل باید بهتون بگم که پوکو ایکس 5 پرو صفحه نمایش بسیار خوبی داره. بخش بعدی مربوط به دوربین هایی که برای این گوشی در نظر گرفته شده. دوربین اصلی 108 مگاپیکسلی رزولوشن واقعا بالایی داره، توی نور کافی میتونید عکسای بسیار خوبی رو باهاش ثبت بکنید، حتی وقتی که نور کم میشه میتونید از نایت مود استفاده بکنید و اونجا هم عملکرد قابل قبولی رو میتونه بهتون ارائه بده. به خاطر اینکه رزولوشن این دوربین بالاست میتونید از اون حالت 2x استفاده بکنید و با یه کراپ نرم افزاری دیجیتال بتونید یه مقدار بزرگ نمایی رو هم توی اون کادرتون تجربه بکنید. داینامیک رنج قابل قبولی رو در اختیارتون قرار میده و وایت بالانس رو به درستی روی عکس رو ست میکنه که به نظرم اتفاقای مثبتیه که در مورد دوربین این گوشی افتاده. دوربین اولترا وایت ولی رزولوشن 8 مگاپیکسلی داره و در همین حد که بتونید یه زاویه دید گسترده تر رو باش تجربه بکنید، اما خیلی کیفیت بالایی رو در اختیارتون قرار نمیده. دوربین ماکرو هم که خب تکلیفش مشخصه، رزولوشن 2 مگاپیکسلی داره و اونم واقعا تعریفی نداره. با دوربین سلفی 16 مگاپیکسلی میتونید عکسای سلفی خوبی رو باهاش ثبت بکنید و در مورد تصویربرداری هم باید بهتون بگم که میتونید با رزولوشن 4K باش تصویربرداری بکنید. OIS نداره ولی خب EIS یا لرزشگیر الکترونیکی توی اون وجود داره و بهتون کمک میکنه که بتونید تصویربرداری نسبتا نرم و روونی رو باهاش داشته باشید. اگر خیلی عکاسی و تصویربرداری براتون مهمه و توی انتخاب کردن گوشی جزء اولویتاتونه، به نظرم گوشی گلکسی A54 میتونه انتخاب بهتری باشه. OIS داره، دوربین اولترا واید بهتری داره و به خاطر رزولوشن بالایی که دوربین ماکروش داره میتونید عکاسی ماکرو جالبی رو باهاش تجربه بکنید. میرسم به سوالاتی که در مورد گوشی پوکو ایکس 5 پرو وجود داره. پرسیدن که این گوشی انتخاب بهتریه گوشی A34، که خب اگر گیمر هستید که قطعا این گوشی رو بهتون پیشنهاد میکنم، ولی اگر عکاسی و تصویربرداری براتون مهمتره گوشی A34 یا حتی برده بزرگترش گوشی A54 میتونن انتخابای بهتری باشن، همونطور که بهش اشاره کردم. پرسیدن که چند ساعت میتونیم با این گوشی بازی بکنیم، که خب واقعا بستگی به اون گیمی داره که میخواید اجرا بکنید، ولی نزدیک 6-7 ساعت میتونید روش حساب باز بکنید. پرسیدن که آیا مشکلی بعد از آپدیت کردن این گوشی به وجود میاد؟ نه، به راحتی میتونید این کار رو انجام بدید. و سوال آخر اینه که پنل پشتی یه مقدار نازک به نظر میرسه، آیا این موضوع نرماله؟ آره، هم تا که اشاره کردم خیلی کیفیت ساخت بالایی نداره و قطعا پیشنهاد میکنم که از یک کیس یا کاور استفاده بکنید که خیالتون از این بابت کاملا راحت باشه. خب در نهایت باید بهتون بگم که گوشی پوکو ایکس 5 پرو به نظرم ارزش خرید بالایی داره، مخصوصا برای کسایی که گیمینگ یا بازی کردن توان پردازشی براشون اولویت بالایی داره. این گوشی رو بهشون پیشنهاد میکنم. دوربینای خوبی داره، پنل با کیفیت و باتری با ظرفیت بالا که خب اون رو تبدیل به یه انتخاب خیلی خوب میکنه. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. توی کامنت ها بنویسید که نظر شما در مورد این گوشی چیه. اگر این ویدیو رو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا میکنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله کنارش رو هم بزنید. یادتون باشه که توی کانال یوتیوب ما میتونید ویدیو رو با کیفیت 4K تماشا بکنید. خیلی ممنونم که کامنت میذارید، نظر میدید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.